خاک کف پای حسین است، سرم خاک کف پای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است. غضب روح فی قلوب من والا، غضب روح فی قلوب من والا، وقبره 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 فی قلوب من والا. در زانی خوبان عالم، بهش در زانی خوبان عالم، بهشت من تماشای حسین است، بهشت من تماشای. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک جمیعا و رحمت الله و برکاته. با عرض سلام و ادب و احترام و قبولی عزاداری های همه دوستان ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه، در این ایام انشاءالله که خدای متعال به لطفش قبول فرموده باشه این عبادت بسیار بزرگ رو از کنار حرم سالار شهیدان در خدمتون هستیم با برنامه سلطان کربلا. خب اشاره ای داشتیم به برخی از فرمایشات اون عزیز که هشدار داده بودن به سپاه یزید، به مردمی که اون روز گمراه شدن و راه یزیدیان رو در پیش گرفتن. هشدارهای امام بسیار قابل تأمل و چون پدر بر بشر است امام و خلیفت الله و امت رو نصیحت میکنه، موعظه میکنه و اون مردم هم عموما دیدیم که به اوامر الهی عمل نکردن، به جای اینکه خلیفه خدا رو یاری کنن شیطان رو یاری کردن و کسانی رو که راه شیطان رو میرفتن، یزید، عمر سعد، ابن زیاد لعنهم الله، گرد اینها جمع شدن و اینها رو یاری کردن و از هیچ جنایتی هم فرو نگذاشتن. پس از کشتن اون عزیز، اسارت اهل بیت اون عزیز، تازه بعد از شهادت آسید و شهدای مجموعه از مصائب بزرگ باز شروع میشه. اهل بیت پیامبر رو به عنوان اسیر، تنها بازماندگان از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رو در اون عصر به عنوان اسیر بگردانن شهر به شهر، کسانی که باید خاک زیر پای اونها رو انسان توتیای چشم بکنه، کسانی که خدا امر به مودت اونها فرموده بود، این گونه عمل کردن، این گونه برخورد کردن. سر مقدس عزیز زهرا سلام الله علیه بر روی نی میان
اسرا میان زنها و بچه ها و تمام اینها تحت عنوان عرض میشه که اسلام، که چندین بار تذکر دادیم، هیچ عرض میشه که جای، یعنی هیچ احدی نمیتواند یک دلیل و برهان از خود دین اقامه کند، یعنی بگه این آموزه اسلام، این مثلا عرض میشه که کارهای تکفیری، کارهای ضد بشری، جنایت ها، اینها رو مثلا تایید کنه. ابدا همچین چیزی ما نداریم در اصل دین. بله این رو داریم که به نام دین سوء استفاده میشه. خب یزید قبل از او عرض میشه که دار و دسته او، و این رو به عنوان یک ابزار سوء استفاده قرار میدن. لذا بسیار جای تعجبه که مثلا یک کسی که به عنوان یک دانشمند سالها تحصیل کرده، درس خونده در مثلا دانشگاه های مهم دنیا، بعد مثلا شما میبینید یک آیه رو از قرآن میخوانه مثلا راجبه برخی از احکام جزایی اسلام و حکمم صادر میکنه، حکم رو صادر میکنه به این عنوان که ببینید قرآن این آیه رو گفته. خب قرآن وقتی که مطلبی میفرماید در آیات بسیار دیگه‌ای، بله باز مباحث زیاد دیگه‌ای رو مطرح میکنه. قرآن رو باید تمام آیات رو با هم انسان مد نظر بگیره راجع به یک مثلا حکم الهی که در قرآن هست. بسیاری از آیات الهی که مربوط به احکام هست اینا نیاز به تفسیر و بیان دارن، و کسانی که راه اشتباه رو رفتن، راه های مثل حرکت های تکفیری، اینها بسنده کردن مثلا به ظاهر یک آیه و دستورات دیگه قرآن رو به اطاعت از مثل اولی الامر، مثل بودن با صادقین، بی توجهی به آیه تطهیر، بی توجهی به این که اگر ماندن باید از اهل ذکر سوال کنن، بی توجهی به این نکته که اگر در مسئله تنازع شد باید به خدا و رسول مراجعه کنن و اون راهی رو که پیامبر مشخص میکنه. لذا اینها راه رو به انحراف میرن و البته حجتی هم ندارن نزد خدای متعال، چون خدای متعال جلت عظمتو خب پیامبر رو که مبعوث فرمودن و تضمین 100% کردن و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی الیوحا، پیامبر هم با حدیث ثقلین حجرت رو تمام کردن بر همه که این دو هستن که انسان با تمسک یعنی پیروی اعتقاد و باور به اون بزرگواران در اون محدوده خودشون به عنوان حجت خدا، به عنوان خلیفه الهی، قرآن به عنوان کتاب خدای متعال، اونها به عنوان حجت های الهی، و بعد هم عمل به دستورات و فرمایشات مسلم اونها. نه اینکه حالا عرض میشه بعضا مثلا ممکنه حالا روایاتی باشه که اینها یه وقتی از حیث سند دلالت اینا یه مباحث تخصصی خاصی داره. در هر صورت عرض میشه که حجت تمامه، اما خب این انحرافات شده و عرض شد که هر مسلمانی باید این رو ببینه، چون تو دنیای امروز بازی که اشاره مختصری بشه بد نیست که مقدار بیشتر دقت داشته باشن، چون عرض میشه که از تمام توایف حسب نقل خب بینندگان هستن، از عامه خصوصا مکرر نقل میکنن که اینها میبینن برنامه ها رو پیگیرن. ببینید هر مسلمانی پیرو به هر مذهب و فرقه ای که هست، هر فرقه ای کار نداریم، این باور کرده خدای متعال رو، باور کرده پیامبر خدا رو و به معاد باور داره، خب الان در این مسیر میداند که او الان تو دنیا یک مسافره و یک فرصتی و بعد تمام میشه و منتقل به آخرت میشه و دیگه راه بازگشت هم نیست، که اگر اشتباه کرد بگه خب بعد برمیگردم جبران میکنم، حالا از این 73 فرقه ای که پیامبر فرمودن من خیال میکردم الان این فرقه ای که من معتقد به اون برنامه‌هاشون هستم، به اون مذهبی که پیروش هستم، من خیال کردم این همون یکیست که
اهل بهشته. خب اگه اشتباهشو بعد از مرگ برمیگردم، خب همه یقین دارن که بعد از مرگ بازگشت نیست. عرض اینه که هر مسلمانی خود و خدای خودش یه مقداری خودش رو رها کنه از تعصبات و مسائل و اینها، و این رو درک میکنه که من باید بین خود و خدای خود حجت داشته باشم، یعنی دلیل و برهان، که به چه دلیل من باید مثلا از این اشخاص تبعیت کنم. آیا این اشخاص تأیید شده خدا هستن؟ آیا این اشخاص حجت های الهی هستن؟ آیا این اشخاص تأیید شدن؟ آیا اسمتشون ثابته؟ به چه دلیل من باید از اونا پیروی کنم؟ خیلی راحت، بنابراین باید دنبال این باشه که حجت های الهی رو بشناسه و اوامر رو از اونها اخذ کنه. ببینید قلب وقتی که به عقل و قلب انسان گفته میشه که این بزرگواران، این افراد، اینها از آیات راجع به حقانیت اونها آیات زیادی بیان این کلیت رو کرده و بیان فرموده و روایات تبیین کردن، روایات مسلم و قطعی هم مانند قرآن حجته، شک نکنین، اینها هم بیان کردن، پس من عقیده به توحید دارم، عقیده به پیامبر خدا دارم و عقیده دارم به حجت‌های الهی بر اساس دلیل و برهان، و اوامرم رو از چی؟ از کسانی میگیرم که اینا تأیید شده خدای متعال هستن. این رو عقل 100% میپذیره، قلب 100% میپذیره. اما یه وقتی افرادی میان که اینا در هر صورت ببینیم نمیشه ما سرمون رو بزنیم پایین، چشمون رو ببندیم بگیم خب حالا بابا آخه اینها یک مقامات و منزلت های خاصی داشتن، این افراد به عنوان کسانی که پیامبر رو درک کردن، پیامبر رو دیدن، عنوان صحابه دارن و این جای مثلا عرض میشه که یک جایگاهیست، حالا هرچی، در هر صورت این رو باید ما بدونیم، باید حجت داشته باشیم. اگر حجت نباشه کار نشه، مثل این که ما یک عمر رو سپری کنیم، مثل یک کسی که تمام کار رو برنامه‌اش کرده بشه، میگن آقا مراقب باش. عرض میشه که شما الان مثلا میخوای تو اون منطقه بری باید جواز داشته باشی، الان هم مثلا یه مش دلال جعل میکنن مثلا جوازی و یا مثلا عرض میشه اون برگه ورود رو، مراقب باشی اصلی باشه ها، اونجا میزنن تو کامپیوتر مثلا کدشو نگاه میکنن، یه وقت جعلی باشه راد نمیدن و همه هزینت میره. مثل این بندگان خدا رو که گول میزنن و پول زیادی میگیرن که اینا رو مثلا عبورشون بدن برن به یه کشور دیگه، چقدر دردآوره، و اون افراد سودجوان مثلا رهاشون میکنن وسط دریا. لذا با هر حرف قشنگی، با هر چیزی که یه ظاهر دینی داشته، حالا عنوان این که صاحب پیغمبر باشه، اما به نگاه دین من باید حجت داشته باشم بین خود و خدای خود. وقتی که اینها انسان مطالعه میکنه، عجب، اینها پایه‌گذار وقایع عاشوران، حالا هرچی برگردیم به عقب حوادث دیگه، این نشه که ما وسط اون دریا غرق شیم و بعدش هم راه بازگشتی هم نباشه. لذا سعی کنیم برای امر دینمون ارزش قائل باشیم و با حجت و برهان. یک، دو، دومین نکته این است که حواسمون باشه، کل مسلمان رو حواسمون باشه، آموزه 100% و قطعی اسلام که تمام ملت اسلام به او باور دارد، مسئله رحمت اسلامه. کتاب خدا اول با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه، پیامبر رحمت، انک لعلی خلق عظیم. خلق عظیم چیه؟ خب همه قبول دارن پیامبر رو، باید مراقب باشن. یک دشمن عرض میشه که بیگانه ای، یک همون تعبیر به شیطان کنیم بهتره، که خط شیطانی برای یک سری اهداف، حالا هر اهدافی که داره اهداف شیطانی، با آگاهی از این حقایق مسلم تاریخی و این اختلافات ریشه‌ای و مبنایی در عقاید، در عرض میشه که احکام، در مسائل دیگه، اینها بیان وسط و اینها رو به عنوان
عرض میشه که یک اهرم‌هایی ازش استفاده کنن برای ایجاد اختلاف و فتنه و خونریزی. اگر درک فرهنگی مسلمان ها بره به سطح بالا که اون مسلمانی که عامیست، اون عرض میشه که پیرو اهل بیت فرق نمی کنه، بگن اولا ما وظیفه داریم در این مسائل اختلافی و تنازعاتی که هست، ما که نمیتونیم کم و کاس بکنیم. ما اگه بخوایم چشم بندیم بگیم آقا خب حالا عرض میشه اینا با هم خوب بودن و مشکلی نبوده فلان حرفا، خب این قطعا از خیانتهای بسیار زشت و بزرگیست. الان یک طبیب مثل این میمونه، اصلا قابل مثل اینم نمیمونه، یعنی با مثال طبیب و جراحی اصلا قابل قیاس نیست. اون خیلی کارش خطرناکتر و بدتره و خیانت خیلی بزرگه که مثلا چند تا متخصص جراح رو بیارن، بیمار رو بذارن اونجا نگاه کنن، بعد عرض میشه حالا دو سه تا از متخصصا بگن خب این عرض میشه این دیگه مثلا مردنیست، ولش کنیم، این دیگه فایده نداره. یکی دو تا طبیب دیگه نه آقا، مسئله حیاتیه و نمیشه گذشت کرد، این رو باید ما عرض میشه که جراحیش بکنیم و بلکه جونش رو نجات بدیم. حالا اگه جراحی نکنیم که قطعا این از دنیا میره و میمیره، اما چون مسئله حیاتیست بس ما این جراحی رو انجام بدیم. اونا ناراحت بشن نه شما چون این حرف رو میزنیم، این خلاف انسانیته، نباید اون ناراحت بشن. اون داره بر اساس اون علم و برداشتش میگه، سالها زحمت کشیده، علم و تجربهش اینو داره بهش میگه. اگر یک عالم دینی عادل عرض میشه که اهل تحقیق میاد تذکری میده که آقا این مسائل این مشکلات اینها این برای این است که آینده ما دچار مخاطره نشه، و الا خب انسان اصلا بگه رها کن بذار برن به تباهی. الحمدلله رب العالمین، میبخشید. خب اگه اجازه بفرمایید میان برنامه رو ببینیم و ادامه بحث رو انشاءالله در خدمتتون باشیم. با عرض سلام مجدد در خدمت شما هستیم. خب بس به اینجا رسید در مسئله دوم که باید دقت داشته باشن، این مسلمان ها باید دقت داشته باشن که یه وقت شیاطین نیان این وسط، این مسائل اختلافی رو چی مبدل به خدای نکرده نزاع و سوء استفاده بکنن و اونها بهرهاشون رو ببرن. این عرض شد که هر مسلمانی میداند که اسلام دین رحمت، آیین رحمت و عطوفته، و این نکته مسلم قطعی این است که ببینید اون مثال جراحی رو زدیم برای اینه که وقتی که یک حقایقی رو عرض میشه که بزرگان و علمای پیرو مذهب اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، که البته با شیوه و روش اهل بیت، چون عرض شد ممکنه انسانی وقتای حرفای حقی رو بخواد بزنه اما شیوه بیان و روشش روش اهل بیت نباشه، این نه تنها ممکنه اثر نداشته باشه، شاید یه وقتی نتایج معکوسی هم داشته باشه. این خیلی مهمه. عرض میشه که خب ما ببینیم عموما بزرگان و علما در طول تاریخ تذکراتی که میدادن، صحبتایی که میکردن، و ضمن این که وظیفه دفاع از دین و عرض میشه که برنامه ها و آموزه های حقیقی اسلام رو داشتن و دفاع میکردن،
این رو بدانیم به عنوان این کمتر از اون متخصص و اون جراحی نیست که میگه باید این عمل شه، این جراحی بشه، این غده اگر بمانن این شخص رو هلاک میکنن. پس بنابراین عرض شد که یک حقایق و مسلماتی هست و اینها رو اگر انسان درمان نکرد در دنیا، هزاران هزار سال او در آخرت دچار مخاطره و گرفتاری ها خواهد بود. پس بنابراین انسان دنبال حجت و دلیل و برهان باشه و در این امورم بداند که چی؟ این امور لازمش اینه که انسان در میدانهای مباحث علمی محترمانه در پی این باشه، آگاهی یافتن حقایق دین، اون امور مسلم دین، اون روشی رو که خدا پسندیده برای ما که از او متابعت کنیم، از کسانی که اینا حجت و برهان هست بر این که اطاعتشون بر ما واجبه، برای این اموره. و این انسان از اون مرز و حدود انسانیت نباید فاصله بگیره. عرض شد که خب خلاصه حقایق و وقایعی به وقوع پیوسته، از جمله در همین ایام خب عاشورا که اون مصیبت عظیم و بعدش سر مقدس عزیز زهرا که درش درس‌های بسیاریست، درس‌های واقعا بسیاریست که عرض شد که واقعا جای تأسف داره. برخی عرض کردم که این دانشمند در دانشگاه‌های مهم دنیا مثلا تدریس داشته شود، عنوان‌های خاصی هم داشته باشند از حیث موقعیت دانشگاه اینها، و گاهن میبینیم در مسائل دین اینها بدون تحقیق صحبت میکنن، افعال مثلا یزید رو میاره و اینو به عنوان اسلام مطرح میکنه. خب این کجاش مربوطه به اسلامه؟ اگه یک کسی رفت مالی رو دزدید و سرمایه دار شد، با میگیم به به آقا عجب آدم پولداری و خوش به حالش، بدا به حالش، با پول دزدی با پول سرقت عنوان برای خودش درست کرده. کسی که اومده دین رو سرقت کرده از عنوانش مثل یزید و در قالب دین، اینقدر جنایت و اینها، اینکه ارزشی برای او نداره. یا ابن زیاد یا عمر سعد و در اون فرمایشات سید الشهدا حتی به بزرگانی که به عنوان عالم و شخصیت مطرح بودن در اون روز امام هشدار میدن و تذکر میدن. پس بنابراین دین مسئلهش جداست و عمل به دین، اون مقداری که ایمان و باور همراه با عمل صحیح، سعادت دنیا و آخرت. اگر نه که ممکنه که حضرت هم اونجا دارن که خلاصه بعد از ایمان راه کفر رو در پیش گرفتی. لذا انشاءالله سعی کنیم با تحقیق نگاه کنیم و زودم تا دیدیم یک آقای دانشمند یا رو در دانشگاه های مهم دنیا هم مثلا تدریس داشته باشه در مسئله دیگه چیزی که ما همونم هی بگیریم و همونم برای ما حجت بشه، این اشتباهه. از اموری که واقعا جای تأمل داره، البته خب نسبت به امامت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، از آیات قرآن، از روایات، از احادیث، اینها در جای خودش. غیر از این اموری رو انسان میبینه که در تاریخ ثبت عامه و خاصه نوشتن و اینها واقعا برای انسان بسیار جای تأمل داره که عرض میشه چطور ممکنه یک سر مقدس سخن بگه، قرآن بخونه، سر بریده، نور از اون ساطع بشه به آسمان. خب اینها جای تحقیق داره که من مطالعه کنم. پس معلوم میشه این آقای شخصی نبوده، آقا مثل انسان معمولی نبوده. اونهایی که عرض میشه که راهشون غیر از راه امام حسین سلام الله علیه، با مطالعه در زندگی سید الشهدا، این حوادث، این معجزات، معجزاتی که از سر مقدس سر بریده شده، پس جریان یک جریان دیگه است، قضیه دیگری است. این آقا عرض میشه که یک جایگاه عظیمی در جهان آفرینش داره که زمین و زمان برای او سوگوار شده، اینها ثبت شده، در تاریخ نوشته شده، غیر از احادیث و روایات. جریان راهب رو اجمالاً اشاره کردیم، از جمله خلاصه باز برخی امور رو اشاره می‌کنیم. ساطع شدن نور از سر مقدس امام حسین علیه السلام، به نقل قطب راوندی که عرض میشه که قسمتی از حکایت، سپس راهبی از آن دیر متوجه ما شد و نوری را دید که از بالای آن سر مبارک ساطع است.
باز توجهی نمود و لشکری را دید. راهب پاسبانان گفت شما از کجا می آیید؟ گفتن از عراق، از جنگ با حسین. راهب با تعجب پرسید اون حسینی که پسر فاطمه است، که دختر پیغمبرتان است، حسینی که پسر عموی پیامبرتان بود؟ گفتن آری. گفت نابود شوید، به خدا قسم اگر عیسی ابن مریم علیه السلام پسری داشت، ما او را بر حدقه چشمان خود جای می دادیم. این یک نقل از خطب راوندی، صاحب اسرار بقای کربلا از ایشون نقل می کنه و همچنین از الخرائج و الجرائه الدر النظیم اثبات الهدات حر عاملی مدینه المعاجز بحار عوالم امام حسین علیه السلام. باز نقل دیگه همین بیان ساطع شدن نور از سر مقدس سید الشهدا سلام الله علیه در کنار دیر راهب به نقل ابن حبان نقل میکنه ایشون تا میرسه به مسئله به منزل دیر راهب، که اون رو بنابر عادت نوشتن که اینها هر جا می نشستن سر مقدس رو از اون صندوق در می آوردن بر نیزه می زدن. اینجا صاحب اون دیر یعنی اون راهب در شب دید نوری رو دید که از دیرش به سوی آسمان ساطع بود و بالا می رن. ببینید حالا اونهایی که واقعا پیرو حضرت مسیح علی نبی ناب آلی و علیه السلام بودن، خب اینها انبیای الهی هستن و از اخبار متعددی استفاده میشه، عرض میشه که خبرهایی رو که اینها نقل میکنن و جریاناتی که ثبت میشه که اینها خبر داده بودن و میدانستن که اسلامی میاد، آینی میاد، پیامبری میاد، از بزرگانشون اطلاعاتی داشتن از اسلام و برخی حوادث و اینها. و بعضا اینها خب اونهایی که واقعا در باورهای درست بودن و عرض میشه که به روش صحیح مطابقت از دین میکردن و خدا رو قبول داشتن، اینها گاهن خب صاحب کشف و شهود هم میشدن و بودن. من جمله این راهبه که این جریانی رو میبینه که اونها نمیبینن. اینجا نقل میکنه، نقل میشه که نوری رو دید که از دیرش به سوی آسمان ساطع بود و بالا میره. بعد که دوباره سوال میکنه و جریان رو نقل میکنن، اینجا هم خبر میده که عرض میشه، بعدم در نهایت خطاب به سر میگه من مالک غیر خودم نیستم. بعد که اون نور رو میبینه و اون وضع رو میبینه، ببین متوجه میشه این انسان عادی نیست، این سر یک انسان عادی نیست، این سر خلیفت الله، این سر حجت خداست که یک چنین آثاری از او مشاهده میشه. بعد عرض کرد به سر مقدس که من مالک غیر خودم نیستم و شهادت میدهم که معبودی جز الله نیست و این جدد رسول خداست. پس نصرانی مسلمان شد و تابع شد یا محب امام حسین سلام الله علیه شد و بعد سر رو به اونها برگرداند و وقایع دیگه. از منابع عام اسرار کتاب اسرار وقایع کربلا ایشون نقل میکنن از ثقات ابن حبان، از منابع عامه و سیره نبویه و اخبار خلفای ابن حبان، اون سقان در جلد 2 صفحه 313، سیره نبویه و اخبار خلفای ابن حبان جلد 2 صفحه 561، که عرض شد اینها در منابع عامه هم آمده. نقلای متعددی است از بزرگان عامه و خاصه راجع به این حوادثی که در این مسیرهای اسرا و نقل به سر مقدس سید الشهدا سلام الله علیه به همراه سرهای شهدا از این منزل به اون منزل. باز بیان ساطع شدن نور از سر مقدس در کنار دیر راهب به روایت ابو مخنف، که وقتی که شب همه جا رو فرا گرفت، راهب از دیرش بیرون میاد و سر مقدس سید الشهدا سلام الله علیه رو میبینه که در حالی که نوری از آن به سمت آسمان بلند بود و در این هنگام دری از آسمان باز شد و ملائکه به طرف این سر نزول کردند و ندا دادند سلام بر توی ابا عبدالله. راهب ناله کرد تا صبح و عرض میشه که صبح نزد اونها رفت و ازشون سوال کرد که شما چی همراه دارید، این سر کیو معرفی کردند.
وقتی که فهمید سر بریده آقا سید الشهدا است که ایشون پسر فاطمه است، دختر پیامبر، دو دستش رو محکم به سر زد و گفت لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. احبار و دانشمندان ما راست گفتن. لشکریان پرسیدن مگر اونها چه گفتن؟ گفت آنان گفتن هنگامی که این شخص کشته شود آسمان خون میبارد و آسمان خون نمیبارد مگر بر پیامبر یا فرزند جانشین پیامبر. بعد گفت تعجبم از امتی که پسر دختر پیامبرشان و فرزند وصی پیامبرشان را کشتن. و ادامه عرض میشه که روایت که مفصله. اینا از حوادثی است که واقعا برای هر انسانی جای تأمل و تذکر زیاد داره. جانها به قربانت یا ابا عبدالله، غریب کربلا منزل مبارک، شهید سرجدا منزل مبارک، تو بودی زینت آغوش زهرا، به هر صبح و مسا منزل مبارک، عجب مهمان نوازی کرده خولی، تنورت داد جا منزل مبارک، تنور خولی و دیر نصارا، که دیده میهمان منزل مبارک، بیا خاکستر از رویت بشویم، به آب دیدگان منزل مبارک. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.